واکنش ها در برابر جرگه مشورتی سال پیشتر نیز وجود داشتند. حالا که این جرگه آغاز شده است، واکنش ها هم افزایش یافتند. در تازه ترین واکنش ریاست اجرای افغانستان، این جرگه را نامشروع، غیر ضروری و بی‌وقت می‌خواند و می‌گوید که تصامیم آن الزام آور نیستند که حکومت به تطبیق آنها ناگزیر باشد. این جرگان و این جلسه، جلسه مشورتی برای یک جرگان معین است و ما توقع کدام تصمیم الزام آوری را از این یک نشستای در گذشته هم نداشتیم، حالا هم نداریم. تپن تعریف لوی جرگه، جایگاه لوی جرگه و لوی جرگه که در قانون اساسی افغانستان معلوم شده یک موضوع جداگانه است که در این مورد به خصوص صدق نمی‌کند. پیش از این نیز رئیس اجرای افغانستان به نمایندگی از تیم انتخاباتیش جرگه مشورتی سال را تحریم کرده بود. این جرگه در کل اعضای 12 نامزد انتخابات ریاست جمهوری و برخی از احزاب و جریان‌های سیاسی به علت آنچه که کمپاین انتخاباتی خوانده می‌شود تحریم شده است. کسایی که در این جرگه خواسته شده کل کمپینرهای رئیس جمهور است که در ولایت برش کار میکنه و حتی کسایی به نام ولایت در بیرج داخل شده که خودشان در کابل زندگی میکنه. اصلا در ولایت شما میفهمین که قسمت زیاد از کنترل دولت خارج شده. حامد کرزای رئیس جمهور پیشین افغانستان هم خواهان به تعویق افتادن این جرگه شده است تا به گفته وی جلو احتمال کن شدن روند سال گرفته شود. طالبان نیز جرگه مشورتی سال را دسیسه دولت خوانده و آن را تحریم کردند. او وقت که فیصله شده می بود بین حکومت و طالبان، تاثیراتش بیشتر می بود از این که آل طالبان خبر ندارن و جرگه هست و جرگه خطوط سرخ خود تعیین کنه که شما این کارا را کنین. اگر حکومت نکنه و یک بدبختی نو در بین خود حکومت پیدا خواهد شد. با این حال حکومت افغانستان میگوید که این جرگه با هدف مشوره با اقشار مختلف درباره صلح برگزار شده است و تحریم این جرگه به مشروعیت آن آسیب نمیرساند. عبدالرب رسول سیاف رئیس جرگه مشورتی سال از تحریم کنندگان جرگه دعوت کرد که در پایان این جرگه حضور یافته و دیدگاه هایشان را شریک کنند. سید حسیب مودودی، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، کابل.